درود بر مردم نازنین کشورم زنان و مردان آزادیخواه ایران به کانال کیوسک خوش آمدید در دقایق پیش رو با اخبار مهم و فوری در خدمت شما عزیزان هستیم پیام بی سابقه و شوک کننده نتانیاهو برای ملاها در تهران زدن سر مار قطعی است و تغییر روی کرده دولت مردان آمریکا علیه جمهوری اسلامی مماشات با این حکومت توجیه ندارد پیام بی سابقه و شوکه کننده نتانیاهو برای ملاها در تهران زدن سر مار قطعی است. ساعتی پیش و در خبری العاده مهم اکانت تویتری ترور آلارم که همیشه از پشت پرده اتفاقات و تصمیمات مهم در اسرائیل پرده بر دارد در شبکه اجتماعی ایکس و با تویتی العاده مهم خبر داد که تنها چند روز تا شروع جنگ بزرگ فاصله داریم. این اکانت با انتشار ویدیویی از صحبت های بنیامین نتانیاهو نوشت جنگ جنگ مقدس از غزه شروع می شود و به تهران خاتمه پیدا می کند. فقط شش روز مانده. این توییت هاوی پرسش های بسیار است که فقط با گذشت زمان می توان به آن رسید. اما سرانجامی که از شروع جنگ بسیار محتمل به نظر می رسد این است که زدن سر مار در تهران و سقوط رژیم آیت الله ها امریست قطعی. منابع مطلع از داخل اسرائیل به نشریه نیوزویک گزارش دادند که ارتش اسرائیل در حال تدارک بزرگترین حمله در تاریخ این کشور است گفته شده در یک ماه گذشته در عین حمله به غزه و ریشکن کردن تروریست های حماس در فلسطین ارتش اسرائیل همزمان در حال تدارکات و آمادگی صد درصدی در زمین هوا و دریا برای حمله رعداسا و فراحد تصور به جمهوری اسلامی بوده است این منابع همچنین از آمادگی بیش از پیش نیروی هوایی ارتش اسرائیل و جنگنده های اف 35 این کشور خبر داده است که در جنگ احتمالی با جمهوری اسلامی نقش مهمی ایفا خواهند کرد در همین ارتباط بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد تا زمانی که اسیران در دست حماس آزاد نشوند هیچ آتش بسی در نوار غزه برقرار نخواهد شد نتانیاهو در نشست خبری در تل در خصوص تحولات نوار غزه که حملات هوایی و زمینی ارتش اسرائیل در آنجا ادامه دارد اطلاعاتی ارائه کرد تون یاهو با اشاره به اسرائیلیانی که توسط حماس در مقابل درخواست آتش بس به اسارت گرفته شدند گفت تا زمانی که تمامی ربوده شدگان آزاد نشوند آتش بسی برقرار نخواهد شد. نتانیاهو ضمن ادعای این ارتش اسرائیل در عملیات زمینی که در 31 اکتبر به غزه آغاز شد پیشرفت کرده است اظهار داشت هماس ما را در حال رسیدن به نقاطی میبیند که فکر میکرد هرگز نمیتوانیم به آنجاها برسیم شهر غزه محاصره شد در داخل آن فعالیت کرده و هر روز و هر ساعت فشار بر حماس را عمیقتر میکنیم نخست وزیر اسرائیل گفت تا زمانی که اسرای در دست حماس آزاد نشوند اجازه ورود سوخت به غزه را نخواهد داد نتانیاهو در ارزیابی درگیری های ارتش اسرائیل و حزب الله در مرز لبنان خاطر نشان کرد به هر گونه حمله از سوی حزب الله با آتش سنگین پاسخ خواهد داد نتانیاهو ضمن تکرار هشدار قبلی خود به حزب الله اظهار داشت اگر حزب الله جنگ را انتخاب کند مرتکب بزرگترین اشتباه خود خواهد شد. همچنین ایهود اولمرت نخست وزیر پیشین اسرائیل میگوید رد پای جمهوری اسلامی در همه اقدامات حماس مشخص است و جمهوری اسلامی مطمئنا هزینه آن را خواهد پرداخت. ایهود اولمرت طی سالهای 1385 تا 1388 نخست وزیر اسرائیل بود و در زمان او جنگ دوم اسرائیل با لبنان که در ایران به جنگ 33 روز معروف است روی داد. ایهود اولمرت در اینکه ایران در ایجاد شابکه ای از های تروریستی افراطی مذهبی بنیادگرا شرور و آدمکش در سراسر خاور میانه دست بالا را دارد شکی نیست حماس کلا مورد حمایت مالی و تسلیحاتی ایران است الله هم همینطور جهاد اسلامی هم همینطور با این سازمان ها تلاش دارد موازنه در خاور میانه را برهم بزند. ایران اینها را سازماندهی می کند، تأمین مالی می کند، خط می دهد. این آیت الله ها باید بهای این کارهایشان را بپردازند تا همین حالا هم بهای سنگینی پرداختند. کاش می توانستم بگویم ما در این سالها چه کرده ایم؟ دست کم در زمان نخست وزیری من ایران به خاطر تلاش در به راه کشدارها، گرفتن جان انسانها و انهدام زی زیر ها و موجودیت جوامع نه تنها در اسرائیل بلکه در همه جا این بها را پرداخت. آنها فقط دنبال ما نیستند، دنبال هر گروه و ای هستند که میان رو سکولار و غیر بنیادگرا و سراغ هر کسی که با ذهنیت آشفتهشان همراه نباشد میروند. رژیم ملاها با گرایش های غیر مدارا گرایانه و وحشیانهشان بنیادها و ارزش های تمدن غرب را هدف می گیرند. دشمن ما هستند ما البته در زمان و مکان مناسب پاسخشان را خواهیم داد شک نداشته باشید پاسخ ما به آنها برایشان بسیار دردآور خواهد بود. با ادامه درگیری ها دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل با اشاره به وارد آمدن خسارت های گسترده به نیروهای هوایی و دریایی حماس گفت ما به تعمیق حمله به شهر غزه ادامه می دهیم و ورودی های تونل در مجاورت مکان های غیر نظامی را از بین میبریم. یوف گالانت وزیر دفاع اسرائیل هم اعلام کرد یحیی بار از رهبران حماس در پناهگاهش در نوار غزه محاصره شده است گالانت افزود ارتباط سینبار با دیگر نیروهای این گروه قطع شده است سنوار 60 ساله به دلیل استفاده از شیوه های خشونت آمیز و ظالمانه در شکنجه دشمنانش ام از اسرائیلی و فلسطینی از سوی اسرائیل به عنوان قصاب خانیونس شناخته می شود الجزیره گزارش داد نیروهای اسرائیلی در حال پیشروی بیشتر در مرکز شهر غزه هستند و تنها 700 متر با بیمارستان از شفا فاصله دارند. به گفته مقام های اسرائیلی، حماس از مراکز درمانی و آمبولانس ها برای مقاصد نظامی استفاده می کند. سایت واینت گزارش داد محسن ابوزینا رئیس تسلیحات و صنایع گروه حماس در حملات شب گذشته ارتش اسرائیل به غزه کشته شده است. همزمان با افزایش نگرانی ها از گسترش تنش به نقاط دیگر منطقه و جهان، دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد موساد در همکاری با سرویس های امنیتی برزیل و چند آژانس امنیتی بین حمله برنامه ریزی شده از سوی حزب لبنان در برزیل را خونسا کرده است. قرار بوده حزب الله در قالب شبکه گسترده حمله ای را به اهداف اسرائیلی و یهودی در برزیل انجام دهد. همچنین ارتش اسرائیل صبح پنجشنبه گزارش داد که پس از درگیری 10 ساعته در غرب جبالیا توانسته به پناهگاه حماس یورش ببرد بر اساس این گزارش نیروهای اسرائیل با نیروهای حماس و جهاد اسلامی روی زمین و زیر زمین درگیر بودند گزارش حاکی از آن است که ده ها شبه نظامی در این درگیری کشته شدند ورودی یکی از تونل های زیرزمینی حماس که در این درگیری شناسایی شد در کنار یک مهد کودک بود تغییر رویکرد دولت مردان آمریکا علیه جمهوری اسلامی مماشات با این حکومت توجیه ندارد. پنج نامزد جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 آمریکا در مناظری که در قیاب دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری خواهان برگزار شد بر لزوم برخورد جدی با جمهوری اسلامی به دلیل حمایتش از تروریسم در منطقه تاکید کردند. نیکی هیلی نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مناظره جمهوری خواهان با اشاره به حمله های نیروهای نیابتی ایران به مواضع آمریکا گفت باید به عنوان واکنش زیرساخت‌های ایران را که این حملات را ممکن می‌کند هدف قرار دهیم او با تاکید بر اینکه آمریکا باید از موضع قدرت با ایران برخورد کند گفت اگر یک بار برای همیشه مشت محکمی به آنها بزنیم عقب میکشند با این حال دولت بایدن در تلاش است به توافق هسته برگردد و به ایران 6 میلیارد دلار پول میدهد نیکی هیلی در ادامه این سخنان گفت اگر حمایت ایران نبود حماس حزب الله و حسی ها وجود نداشتند و شبه در عراق و سوریه به نیروهای آمریکایی حمله نمیکردند. این دیپلمات آمریکایی همچنین هشدار داد چین با خرید نفت از ایران و روسیه با خرید پهپاد از این کشور در حال حمایت مالی از جمهوری اسلامی هستند خیلی با تاکید بر اینکه آمریکا نباید در جنگ کنونی به اسرائیل امر نهی کند گفت این آمریکاست که به اسرائیل نیاز دارد تنها کاری که آمریکا باید بکند این است که از اسرائیل برای نابود کردن حماس حمایت کند ران دی سانتیس دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در این مناظره گفت آمریکا باید به ایران ثابت کند که اگر موی از سر نیروهایش در خاور میانه کم شود تهران باید هزینه جهنمی پرداخت کند او با تکید بر اینکه نتانیاهو باید یک بار برای همیشه کار غصاب های حماس را تمام کند گفت حماس باید همه ی گروگان ها را آزاد کرده و بی قید و شرط تسلیم شود سناتور تیم اسکات دیگر نامزد جمهوری خواه در این مناظره خطاب به جو بایدن گفت اگر می از مجروح شدن سربازان آمریکایی جلوگیری کنید باید ایران را هدف قرار دهید و سر ما را ببرید کریس Chris کریستی دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز در مناظره جمهوری خواهن گفت آمریکا و اسرائیل باید در همکاری با کشورهای منطقه در خاور میانه اطمینان حاصل کند که ایران به جز چین، روسیه و کره شمالی حامی دیگری ندارد. همچنین ویوک راماسوامی دیگر نامزد انتخابات جمهوری خواه نیز در این مناظره گفت اسرائیل نه تنها حق دارد بلکه مسئول است که در دفاع از خود تروریست های حماس را نابود کند. این پنج نامزد جمهوری خواه در ادامه مناظره خود ضمن انتقاد از عملکرد دولت بایدن در ارتباط با حمایت از اوکراین و تایوان رویکرد ایالات متحده به چین بحران تولید انرژی و اقتصاد داخلی آمریکا انتقاد کردند و به طرح دیدگاه های خود در این موارد پرداختند همراهان عزیز و گرامی به پایان این برنامه از کانال کیوسک رسیدیم فراموش نکنید نظر خودتون رو در ارتباط با این اخبار و مسائل روز با ما در میان بگذارید تیم خبری ما با تلاشی شبانه روزی سعی در رساندن اخبار به روز و مهم میهنمان به شما عزیزان دارد بالا کردن این ویدیو یاری رسان تیم تحریری یک کیوسک باشید شب بر همگی خوش و پاینده ایران